ساخت کارخونه هایی برای تولید پهپادهای ایرانی در روسیه. توی این کارخونه ها چی میگذره؟ سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. توی برنامه امروز قصد داریم به موضوع تولید پهپادهای ایرانی در روسیه بپردازیم. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بی معطلی بریم سراغ موضوع مورد بحث امروزمون. در چند روز گذشته رسانه‌های مختلفی خبر تولید پهپادهای ایرانی در خاک روسیه رو نشر دادن. این خبر در حالی مخابره شد که الان هم روس‌ها در میدان جنگ اوکراین از پهپادهای مختلف ایرانی در ابعاد مختلفی استفاده می‌کنند. اما تفاوتی که وجود داره اینه که پهپادها این بار نه از ایران بلکه توسط خود روسیه تولید و استفاده میشن. در ادامه یه برنامه قصد داریم این موضوع رو بررسی کنیم و شما رو از جزئیات و کم و کیف ماجرا با خبر کنیم. دولت روسیه در جنگ روسیه و اوکراین بارها از پهپادهای شاهد 131 و 136 استفاده کرده. این پهپادها به دلیل پرواز در ارتفاع کم تونستن از دید رادارهای دشمن تا حد زیادی دور بمونن و همچنین تلاش‌های دشمن برای استفاده از سامانه‌های پدافندی گران قیمت رو هم به دلایل اقتصادی ناکام گذاشته بودند. حالا که روس‌ها هزاران پهپاد انتحاری از این نوع علیه زیرساخت‌ها و تجهیزات اوکراینی استفاده کرده و از عملکرد اون راضی بودن، تصمیم گرفتن تولید این پهپاد رو در داخل خاک خودشون هم آغاز کنند. علاوه بر این، ساخت پهپادهای شناسایی ایرانی رو هم آغاز کردند و پیشرفت خوبی رو هم در این زمینه به دست آوردن. یکی از این مراکز ساخت و ساز در منطقه آلابوگا واقع شده که در جمهوری تاتارستان قرار داره. این مرکز داره یه تجهیزات تولید پهپاد با سرعت بسیار بالاست و در جنگ به داد روس‌ها برسه. اما تلاش روس‌ها برای بکارگیری گسترده‌تر این پهپادها هنوز ادامه داره. این دولت که تا پیش از این از کارایی فوق‌العاده پهپادها غافل بود، حالا قصد داره که با کمک ایران این غفلت رو جبران کنه و توانایی خودش رو در این عرصه بهبود ببخشه. و اما حالا میرسیم به پهپادهایی که قراره در این کارخونه ساخته و به کارگیری بشن. اولین و البته شاید مهمترین پهپادی که قراره روس‌ها در این مجموعه تولید کنن همون پهپادهای شاهد 136 هستش. این پهپاد که از نوع انتحاریه میتونه تا 30 کیلوگرم سر جنگی رو در برد 2000 کیلومتری حمل کنه و به زیرساخت‌های دشمن و انبار مهمات آسیب قابل توجهی رو وارد کنه و اونها رو تخریب کنه. این پهپاد داره یک موتور پیستونی هستش و در حین حرکت به سمت هدف از پیش تعیین شدهش صدایی شبیه به موتور گازی ایجاد میکنه. با توجه به پرواز این پهپاد در ارتفاع پایین که برای دور زدن رادار دشمن استفاده میشه، گاهی اوقات سعی میشه که با استفاده از اسلحه های انفرادی اون رو هدف گیری کنن. اما مشخصه که انجام این کار عاقلانه نیست و البته راه به جایی هم نداره. بعد از استفاده طرف روسی از این پهپاد و ارائه که عمل کرده عالی در جنگ، طبیعیه که به اون علاقه‌مند شده و برای تولید اون در داخل خاک خودش هم تلاش‌های زیادی انجام داده. منابع خبری تخمین می‌زنن که قراره حداقل 6000 فروند از این نوع پهپاد در صنایع تولیدی موجود در جمهوری تاتارستان ساخته بشن. اما یکی دیگه از پهپادهایی که احتمالاً در صنایع آلابوگای روسیه قرار تولید بشه، پهپاد شناسایی مهاجر 6 هستش. در بخش قبلی در خصوص غفلت روس‌ها از بکارگیری پهپادها صحبت کردیم و همین موضوع باعث شده که این دولت برای جبران این ضعف هم دست به خرید تعدادی از پهپادهای مهاجر 6 بزنه. این پهپاد که از نوع شناسایی رزمی هستش، دارای برد بیش از 2000 کیلومتر و توانایی حمل حدوداً 150 کیلوگرم مهماته و میتونه در عملیات‌های رسمی این حجم از تسلیحات رو به سمت دشمن پرتاب کنه. این پهپاد از سیستم اپتیکی فوق‌العاده عالی با قابلیت دیدبانی در تمام ساعات شبانه روز و همچنین سیستم ناوبری خودکار بهره میگیره و به خوبی توانایی رصد دشمن و استفاده از جنگ الکترونیک برای مواجه شدن با خطرات احتمالی رو داره. مهاجر 6 امکان پرتاب انواع تسلیحات هدایت شونده، سقوط آزاد و همچنین بمب‌های هدایت لیزری رو دارا هستش. توی این مجموعه به احتمال بسیار زیاد قرار پهپادهای شاهد 101 و احتمالاً شاهد 131 هم تولید بشن و در نهایت در میدان جنگ
مورد استفاده قرار بگیرند. کارخانه ای که در جمهوری تاتارستان و در منطقه اقتصادی آلابوگا ساخته شده دارای ویژگی های حفاظتی مناسب در برابر حملات اوکراینی هست. این کارخانه به چند سوره ساخت و ساز و انبار مجهزه و روش ساخت اون هم به طوریه که دشمن نتونه با استفاده از کوادکوپترها و پهپادهای انتحاری آسیبی به اون بزنه و روند تولیدات اون رو مختل کنه. همچنین این پایگاه تحت پوشش سامانیکی پانسیگر و S-400 قرار داره و دشمن نتونه به موشک‌ها و تسلیحات سنگین متوسل بشه و به اون آسیب وارد کنه. این کارخونه در منطقه‌ای ساخته شده که در اون فضای مناسبی برای آموزش نیروهای روسی فراهم شده و داره یک محوطه باز به شعاع 5 کیلومتر. کارشناسان و نظامیان ایرانی در فضاهای آموزشی مختلف کار با این پهپادها را به اپراتورهای روسی آموزش میده. این آموزش‌ها شامل آموزش در ناوبری و هدایت پهپادها، آموزش بکارگیری در موقعیت‌های مختلف و همچنین آموزش اوورهال و استفاده از قطعات مختلف پهپادها هستش. تصاویری که از داخل سوله‌های این کارخونه وجود داره نشون میده که این کارخونه با بهره‌گیری از خط تولید گسترده سعی در تسریع تولید و افزایش تیراژ ساخت و ساز پهپادهای مختلف رو داره، چرا که جنگ روسیه و اوکراین در جبهه‌های مختلفی ادامه داره و نیاز روس‌ها در بکارگیری تسلیحات دقیق برای هدف قرار دادن عمق خاک دشمن رو به شدت بالا برده. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه و مطالب اون نهایت استفاده و لذت رو برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.